بسم الله الرحمن الرحیم. عرض احترام و سلام دارم خدمت شما بزرگواران. در جلسه 61 از آناتومی سمستر چهارم هستیم. با ادامه مبحث حوصله، در روزهای پیشتر قسمت های مختلف حوصله خواندیم، به قسمت جوف حوصله رسیده بودیم. گفتیم که در داخل جوف حوصله ما سیستم هضمی داریم، سیستم تناسلی داریم، سیستم بولی داریم. سیستم هضمی و سیستم بولی در جلسه پیشتر مورد بحث قرار دادیم و امروز بخش سیستم تناسلی شروع میکنیم. در جلسه امروز چون سیستم تناسلی شامل دو بخش، یعنی سیستم تناسلی مذکر و سیستم تناسلی مؤنث میشه و به صورت جداگانه خوانده میشه، امروز بخش از سیستم تناسلی یا جنیتال سیستمی که در جنس مذکر شروع میکنیم، یعنی سیستم تناسلی جنس مذکر میبینیم که عمده ترین بخش در اینجی تستیس یا بیضه ها میباشه. خب میبینیم سیستم تناسلی شامل چندین بخشه که چندین ساختمان در جنس مذکر سیستم تناسلی ساختن که شامل تستس ها یا بیزه های بعد اپیدیدم ای ساختمان، اپیدیدم یا بربخ یاد میکنن ای ساختمان، دکتوس دیفرنس یا قنات ناقله که ای ساختمان باشه، اجاکولاتوریو دکت، اجاکولیتری دکت که قنات دافقه گفته میشه ای ساختمان، که اینها همگی تا این قسمت جوره بودن، یعنی یک تستس، یک بیزه به سمت راست، یک سمت چپ، یک اپیدیدم یا بربخ به سمت راست و یک سمت چپ، کانال ناقله سمت راست و سمت چپ دوتایه، و همچنین اجاکولاتری دکت در سمت راست و سمت چپ دوتایه. بعد ادامه و اهلیل و قضیب یا پنسه که اینها طاقت، اهلیل که روز پیشتر ما مطالعه کردیم و قضیب، این دوتا طاق می باشن. همچنین میبینیم که تستس ها در قسمت سفلی ایجان، در پایین ایجان قرار دارن، بعد قنات ناقله وارد بطن میشه، بعد دوباره میه داخل حوصله. پس سیستم تناسلی مذکر هم در ایجان، هم در بعد و هم در حوصله موقعیت داره. بر علاوه از این ساختمان ها که گفتین، یک سنو قدوات زمیموی هم داریم. سنو قدواتی هن که به این سیستم زمیمه شدن، اضافه شدن. دوتا کیسه منوی یا سیمینال ویزیکل داریم در خلف مثانه، قده پروستاتر داریم و یک جورم قدوات بلبو یورترال گلند داریم که هر کدوم از اینا ما به صورت جداگانه مطالعه میکنیم. حال ابتدا شروع میکنیم به بحث گرفتن سیستم تناسلی مذکره که گفتیم از چندین ساختمان تشکیل شده، هر ساختمان به صورت جداگانه میبینیم. اولین ساختمان تستس یا بیزه های که بیزه ها در داخل یک پوشی به نام سفن یا اسکروتوم در سفلی ایجان موقعیت دارن. ولی این تستس ها در ابتدا وقتی که طفل داخل بطن مادره، در داخل اسکروتوم در اینجی در موقعیت اصلی خود قرار نداشتن، یک سیر دارن، سیر نزولی دارن که بعدن به اسکروتوم برسن. یعنی ابتدا در داخل بطن، در جدار خلفی بطن رشد میکنن ای تستس های، ای تستس راست، بیزه چپ در طفل جونین 8 ویک یعنی 8 هفته در داخل بطن مادر
در جدار خلفی بطن شروع به رشد کرده و بعدا آیست آیسته باید به موقعیت اصلی خوب یعنی اسکلتوم برسه. در این تصویر میبینیم در یک جنین 11 هفته ای طفل 11 هفته شده در داخل بطن مادر، تستس ها یا بیزه ها یک مقدار انکشاف کردن، هنوز هم در داخل بطن در جدار خلفی بطنن و به طرف پایین سیر نزولی خور شروع کردن. بعد در یک طفل 4 ماه در داخل بطن مادر 4 ماه بیزه ها به قسمت حوصله در خلف مثانه رسیدن، در قسمت نزدیک به حوصله رسیدن، در این قسمت به قسمتی که کانال مقبنی شروع میشه، اینگوینال کانال شروع میشه، به این قسمت رسیدن، یعنی نزدیک به حوصله، بالاتر از حوصله. بعد در یک طفل 8 ماه در داخل بطن مادر 8 ماه میبینیم که بیزه ها به این موقعیت اصلی هنوز نرسیدن، یعنی به داخل اسکروتوم هنوز داخل نشدن، بلکه در داخل کانال مقبنی هن. در داخل اینگوینال رینگ هن. به نزدیک به موقعیت اصلی خونن. این در داخل اینگوینال رینگ و این در داخل اسپرموتیک کورده. در حین نزول که بالاخره قبل از ولادت طفل بیزه ها به موقعیت اصلی خود یعنی داخل اسکروتوم داخل میشن. در حین نزول به داخل اسکروتوم اویه خونی، اویه لنفوی و دکتوس دیفرنس یعنی قنات ناقله که اسپرم انتقال میده همراه خود از کانال مقبنی پین میارن و داخل اسکروتوم میکنن. به همین خاطر لنف تستس ها یا بیزه ها به این قسمت مقبنی یا قسمت حوصلی نمیرزه، بلکه به منشأ اینو یعنی به قسمت بطن تخلیه میشه. خب این سیر تکاملی خود بیزه ها بود. بعد ما ساختمان خود بیزه رو میبینیم. بیزه ها در داخل اسکروتوم شکل بیزه ویر دارن و توسط یک پوشی احاطه شدن که این پوشر به نام تونیکا واجینالیس یاد میکنن. همی پوشی که بیزه ها پوشیده به نام تونیکا واجینالیس یاد میکنن، از دو لایه ساخته شده، یک قشای دو لایه، یک لایه بیرونی که به نام پاریتال لایر و یک لایه داخلی که به طرف بیزه به نام ویسیرال لایر یاد میکنن، و در بین از اینها یک کویتی، یک خلیگاهی وجود داره. ای تونیکا واجینالیس بیزر احاطه کرده، منتها قسمت قدمی وحشی بیزر پوشیده، قسمت خلفی بیزر نپوشیده و تنها قسمت قدمی وحشی بیزر پوشیده. بر علاوه از ای تونیکا واجینالیس یک کپسولی هم داره از نسج منظم چسبیده به خود تستس، چسبیده به خود بیزه که این به نام تونیکا البوجینیا یاد میکنن یا طبقه سفید رنگ. تونیکا یعنی طبقه، البوجینیا یعنی سفید رنگ. تونیکا یعنی طبقه، واجینالیس یعنی غلاف کننده یا پوشاننده. خب پوش های خوزیر دیدیم، تونیکا واجینال، تونیکا البوجینیا. بعد داخل بیزر نگاه میکنیم، در داخل بیزه یک مقدار نسج منظم که به سپتشن یعنی قسمت به قسمت تقسیم کرده و بعد در داخل از این قسمت ها تیوب های معوج میبینیم، تیوب های پیچ و تاب خورده میبینیم. همین تیوب ها اسپرم تولید میکنم، اسپرماتوزوا در داخل همین تیوب ها تولید میشه. به همین خاطر این تیوب ها تیوب های منیساز میگن یا سیمینیفرس توبول میگن. سیمینیفرس توبول یا تیوب های منیساز تعداد از اینها 400 الی 600 تایه.
بعد نهایت از اینو متغیر میشه، تحول میکنه، شکل پیچ و تاب خورده خور از دست میده و مستقیم یا راست میشه. همین تیوب های منیساز نهایت از اینا تیوب های راست میسازه، استراید توبول میسازه، تیوب های راست میسازه. تیوب های راست داخل یک شبکه تیوبی میشن، داخل یک رد تستس میشن، داخل یک شبکه میشن. این تیوب ها وقتی خارج میشن یک شبکه میسازن، خود از اینا یک شبکه میسازن که به نام رد تستس یاد میکنن. بعد همین شبکه تیوب ها به خاطر که ثابت نگاهدشش در موقعیت از اینا توسط یک نسج منظم احاطه شده، یک نسج منظم میای اینا احاطه میکنه. همین نسج منظم همین سایه که ساخته به نام میدیاستینوم تستس یاد میشه، که همین شبکه در داخل میدیاستینوم تستس که توسط همون نسج منظم ساخته شده قرار داره. بعد از همین شبکه یا رد تستس یک تعداد تیوب ها دیگه خارج میشن، تیوب هایی که از شبکه دور میشن، افرنتن، یعنی مرسله، یعنی ارسال میشن، دور میشن از شبکه، چون شکل کانال رو دارن ولی کانال های کوچک. اینا دکت نمیگن، دکتولوس میگن. دکتولوس یعنی کانال های کوچک، چون تعداد اینا زیاده دکتولوس میگن، یعنی چندین کانال کوچک. کانال های کوچک از شبکه خارج میشن، از کپسول خود بیزر عبور میکنن، میان در یک ساختمان دیگه جمع میشن که این ساختمان به نام اپیدیدم یا بربخ یاد میکنن. تعداد همی کانال هایی که از رتسیس خارج میشن معمولا 12 تا 20 تایه. تیوب هایی که از رتسیس خارج میشن تعداد از اینا نسبت به اینا خیلی کمتره، 12 تا 20 تایه. خب از قسمت خود تستیس یا بیزه خلاص میشیم. فهمیدیم که تستیس در داخل اسکلتون قرار داره، پوش های اوی رهاته کردن، در داخل یا تیوب های معوج قرار داره که اسپرم تولید میکنن. بعد این تیوب ها به یک قسمت به نام شبکه، یک شبکه میسازن جمع میشن. از این شبکه 12 تا 20 تیوب خارج میشه که اینا به نام افرندکتلوز یاد میکنن. بعد این تیوب ها وقتی با هم جمع میشن یک ساختمان میسازن که این ساختمان رو به نام اپیدیدم یاد میکنن، اپیدیدمس یاد میکنن، اپیدیدمس یا بربخ میگن. اپیدیدمس یا بربخ در حقیقت یک کانالیه، یک قناته، یک تیوبیه که از دو بخش ساخته شده. این قسمت هر که به نام هیده یا رأس اپیدیدم یاد میکنن، این قسمت در حقیقت همی افرندکتولوس های هم که داخل این قسمت شدن. افرندکتولوس ها در هیده اپیدیدم با هم جمع شدن و یک رأس ساختن برای اپیدیدم. بعد ادامه از این که به نام بربخ حقیقی یاد میشه، بربخ حقیقی یاد میکنن و بادی اپیدیدم یا بدنی رو میسازه که در حقیقت یک تیوب منفرد طویل و پیچ و تاب خوردهه که موقعیتی رو در قسمت کنار خلفی وحشی تستس قرار داره. بادی اپیدیدم که یک تیوب معوج و پیچ و تاب خوردهه، در نهایت خو قسمت آخر خو محجم میشه، یعنی حجم زیاد میشه و این قسمت به نام تیل یا دوم اپیدیدم یاد میشه، دوم بربخ میگن، تیل آف اپیدیدمس یاد میکنن. اپیدیدم به این قسمت یا بربخ به این قسمت ختم میشه. پس بربخ یک کانالی بود، یک تیوبی بود که اسپرم در داخل خود خود ذخیره میکنه، اسپرم که در اینجا تولید شده ذخیره میکنه، او رشد میده و در حقیقت یک کانال پیچ و تاب خورده بود که در خلف تستیس یا بیزه قرار داشت. ادامه از این
یک ساختمانیه، یک کانالیه به نام داکتوس دیفرنس یا کانال ناقله، که کانال ناقله در حقیقت اسپرم انتقال میده، به همین خاطر کانال ناقله یاد میکنن. ببینیم به این تصویرم، این جدار خلفیه، کنار خلفیه تستسه و ای اپیدیدیمه، ای قسمت هیدراسیونه، ای قسمت بادیونه و ای قسمت هم تیل یا دومینه. خب بعد نرسیم به داکتوس دیفرنس یا کانال ناقله. کانال ناقله در حقیقت یک تیوبیه که از عضله ساخته شده، یعنی یک تیوب عضلیه و نسبت به دیگه کانال ها بسیار طویل تره، یک مسیر طولانی میپیمایه و وظیفه از این انتقال دادن اسپرمیه که در داخل اسکروتوم یا سفن از دوم اپیدیدیم از این قسمت میگیره و ایر به اجاکولاتوریوس دکت یا کانال دافقه که در داخل حوصله به قسمت انتقال میده. پس یک مسیر طولانی میپیمایه و حال ما سیر همی قنات ناقله میبینیم که چی رقم این مسیر طی میکنه. خب ما گفتیم که قنات ناقله از دوم اپیدیدیم شروع میشه که در اینجی مجاورت داره با خود بیزه یا تستیس و در داخل سفن قرار داره، بعد از سفن خارج میشه وارد یک ساختمان به نام اسپرماتیک کورد یا تناب منوی یا حبل منوی میشه، داخل اسپرماتیک کورد میشه، اسپرماتیک کورد میایه داخل قنات مقبنی یا اینگوینال کانال یا کانال مقبنی میشه، از حلقه سطحی کانال مقبنی داخل میشه، از حلقه عمیق کانال مقبنی خارج میشه، از دیپ اینگوینال رینگ خارج میشه. در قسمتی که از حلقه عمیق مقبنی خارج میشه وارد بطن شده و در اینجی در کنار اونسی شریان قرار میگیره که نام از شریان انفریور اپیگاستریک آرتریه، در کنار اونسی انفریور اپیگاستریک آرتری داخل بطن شده. بعد به طرف حوصله میایه، وقتی به دهانه ورودی حوصله میرسه از روی یک شریان و یک وریدی تیر میشه که این شریان به نام اکسترنال ایلیاک آرتری یاد میکنن و این ورید به نام اکسترنال ایلیاک وین یاد میکنن. از روی از اینها عبور میکنه، از فوهه ورودی حوصله عبور میکنه، داخل حوصله میشه، از خلف حوصله به سمت جدارهای اونسی حوصله و از خلف پریتمان به طرف پایین میایه، بالاخره میرسه به خلف مثانه میرسه. در خلف مثانه از روی یک ساختمان دیگه به نام یوریتر یا حالب با این هم تقاطع میکنه، از روی حالب هم تیر میشه، در جدار خلفی مثانه بین خلف مثانه و قدام رکتوم قرار میگیره که ما میبینیم این آمده در خلف مثانه، از روی حالب هم عبور کرده. بعد این داکتوس دیفرنس یا کانال ناقله که از با حالب تقاطع کرده عبور کرده، این مثانه در خلف مثانه قسمتی که داکتوس دیفرنس یا کانال ناقله میخواه ختم شه، قسمت آخری و متوسط میشه به نام آمپولا آف داکتوس دیفرنس یاد میکنن، قسمت آمپولار میسازه و بالاخره در خلف مثانه قنات ناقله یا کانال ناقله همراه با قنات یا کانال سیمینال ویزیکال که این ساختمان باشه، هر دو کانال با هم یک جا میشن، یک ساختمانی میسازن به نام ایجاکولاتوریوس دکت. ایجاکولاتوری دکت یک قنات دیگه، یک کانال دیگه به نام کانال دافغر میسازن.
خب بعد به اینجی که میرسه قسمتی که ما گفتیم به صورت جوره یا دوتا قرار دارن ساختمان های تناسلی مذکر در اینجی ختم میشه. بعد ما گفتیم سه تا قده زمیموی هم داریم، سه نوع قدوات زمیموی که زمیمه شدن به جنس تناسلی مذکر هم داریم که یکی از اونها یک جور کیسه به نام کیسه های منوی یا سیمینال ویزیکال، یک قده به نام قده پروستات و دوتا هم قدوات بولبو یوریترال. ابتدا همی کیسه منوی یا سیمینال ویزیکال میبینیم. سیمینال ویزیکال ها دوتاین در خلف مثانه، بین خلف مثانه و جدار قدمی رکتوم در اینجا موقعیت دارن. دوتاین در قسمت وحشی دکتوس دیفرنس قرار گرفتن، ای وسط اینا اونسی تر نسبت به سیمینال ویزیکال، در وحشی دکتوس دیفرنس قرار گرفتن. در حقیقت دو تا کیسه معوج پیچ و تاب خورده داخل از این نگاه کنیم، معوج و پیچ و تاب خورده، یک نسج منظمی هم اینا رو احاطه کرده، پوش کرده، از اینا محافظه میکنه. بعد یک کانال دارن اینها که این کانال سیمینال ویزیکال با کانال دکتوس دیفرنس یا قنات ناقله با هم یک جا میشه و یک کانال دیگه به نام دکتوس ایجاکولاتوریوس میسازن که دکتوس ایجاکولاتوریوس ای کانال به نام دکتوس ایجاکولاتوریوس یاد میکنن که از یک جا شدن کانال سیمینال ویزیکال با دکتوس دیفرنس با هم تشکیل شده و از زخامت پروستات، از خلف پروستات عبور میکنن و در داخل اهلیل باز میشن. ما در درس‌های قبلی دیدیم که بر قسمت خلف اهلیل یک برجستگی داشتیم به نام یوریترال کریست که از قشای مخیطی ساخته شده بود و در روی از این وسط یوریترال کریست دو تا سوراخ داشتیم که گفتیم برای ایجاکولاتوریوس دکت، یکی از سمت راست یکی از سمت چپ، که در حقیقت برای باز شدن همی ایجاکولاتوریوس دکت. ببینیم این کانال میه داخل اهلیل باز میشه، یکی سمت راست یکی سمت چپ و این کیسای منوی مایه تولید میکنن که مایه از اینا باعث بخش عمده مایه منوی یا سیمینه میسازه و حجم مایه منوی افزایش میده. بعد قده دیگه که داریم قده پروستاته. قده پروستات موقعیتی داره، موقعیت قده پروستات در سفلی مثانه یعنی پایین مثانه اطراف اهلیل احاطه کرده، در خلف سیمفیسیس بوبیس در قدام رکتوم بالای زمین حوصله موقعیت داره. پس موقعیت پروستات در سفلی مثانه اطراف اهلیل خلف سیمفیسیس بوبیک قدام رکتوم و اولوی زمین حوصله موقعیت داره. خود قده پروستات شکل یک مخروط کرویر داره، طوری که یک قاعده داره یا بیزی داره که به طرف بالای و بزرگه، یک اپکس یا ذروه داره که باریکه و به طرف سفلی روی زمین حوصله و با عضله لواتور انی در تماسه. و داخل پروستات اگر ببینیم، داخل پروستات خود از این قده از سی تا چل تا قده کوچک دیگه ساخته شده که هر قده یک کانال مجزا و جدا برای خود داره. خود قده پروستات از سی تا چل تا قده کوچک دیگه ساخته شده که هر کدوم یک کانال دارن. کانال ها از اینا به داخل اهلیل پروستاتیک در دو طرف جدار خلفی که ما گفته بودیم فرورفتگی داره به نام پروستاتیک ساینس، هر کانال از این به اینجی باز میشه.
خود پروستات هم افرازاتی داره که همراه با افرازات سیمینال ویزیکال با هم مایع منویر میسازن، حجم مایع منویر زیاد میکنن. خب بعد ما طوری که گفتیم، ما غیر از سیمینال ویزیکال و پروستات یک جوره قدوات دیگه داریم به نام بولبو یوریترال گلند. بولبو یوریترال به خاطر که در قسمت جذر قضیب قرار دارن، در قسمت بولب احلیل قرار دارن، اینا به نام بولبو یوریترال گلند یاد میکنن. در حقیقت باز شدن از این قدوات کانال ناباز شدن یا در بولب احلیله، وگرنه موقعیت خود قدوات در داخل دیپرونیال پوچه، در داخل دیپرونیال پوچه. دو تا قده به اندازه نخود مخاط تولید میکنن، یکی به سمت چپ و یکی سمت راست، یک کانال دارن که افرازات از اینا رو به داخل احلیل به این قسمت باز میکنن. یک کانال ای داره، یک کانال ای، و کانال از اینا حین عبور به طرف بلب احلیل از پرینیال ممبران یا قشای ایجنی عبور میکنه و وارد احلیل اسفنجی میشه و در اینجی باز میشه. افرازاتی که اینا میکنن مخاط تولید میکنن و در سرتاسر احلیل سوراخهایی میبینیم. در پشت این سوراخها قدوات کوچکی هن که مخاط تولید میکنن و هر کدومی یک کانال دارن که توسط این سوراخ ها باز میشه. مخاط که اینا تولید میکنن همراه با مخاط بولبو یوریترال گلند باعث نرم و لزوجی نگاه داشتن خود احلیل میشن، احلیل نرم و لزوجی نگاه میدارن. خب این بود سیستم تناسلی مذکر. تا در جلسه بعدی که سیستم تناسلی مؤنث شروع میکنیم، شما رو به خداوند یگانه میسپاریم. خداوند یار و مددگار شماست.